وقتی که تا این قسمت ریفرش آمدیم شو مور آپشنس کلک میکنم، اینجا بر ما شما بعضی چیزها که دیگر نشان میده، پیست و اندو و این مسائل. اول میریم سر پیست، از این یک سر دیگه بخواهی پیش رفته میریم. پیست همه تان میفهمین که هدفش چی است؟ کاپی پیست، که ما دیتا را اگر بخواییم از یک جای به جای دیگه کاپیش ببریم از این استفاده میکنیم. طور مثال ما میریم در قسمت مای کامپیوتر خود، در دس پی سی میایم، فرض کنین در فولدر سافتویر میایم، در این فولدر درایو سافتویر خود ما میخوایم که اینجا یک فولدر بگیرم به نام تکست فایلز، فایل های نوشتاری. این را باز کنم، داخلش هیچ چیز نیست. این حاله بیایم این تکست فایل های خود عرصهش را رایت کلک بکنم، بیایم از اینجا برش بگویم این را بر ما کاپی کو، هم از این طریق میدونی و هم سرش که رایت کلک کنی اینی آیکنه که کاپی است، دو دانه ورقک های سرده سرک است، یا شارتکتش کنترل سی کاپی بگو، بیا در اینجا رایت کلک برش بگو پیست. وقتی پیست گفتی سعی کن هم اینجا است و هم یک کاپیش در این قسمت آمد. به می شکل که تو در این فولدر گفتی تو میدونی که در فلش پرتی در هر جای بری همی کاپی را پیست بکنی. یک دفعه که کاپی گفتی دیگه میتونی هر چقدر پیست بکنی، ضرور نیست که باز بار بیایی او را کاپی بگی. خب این شد موضوع کاپی. اگر بیایم من پس پاک میکنم، کجاست ریسایکل بن؟ اینجا، از اینجا پاکش کردم، میگم از اینجا انتقال بکنه بره در اونجا، در اینجا نباشه دیگه کاپیش. باز میاییم از اینجا رایت کلک، چی برش بگویم؟ کات. این قیچیگه که آی کنگه چی شو مور آپشنز، از اینجا برش بگویم کات. بعد از او بیاییم در اینجا برش بگویم پیست، چی از اینجا آی کنگه کلک بکنیم، چی بیاییم از اینجا برش بگویم پیست. وقت پیست گفتم سعی کن از اینجا انتقال کرد رفت اینجا. فرق بین کات و کاپی، کات انتقال میده، کاپی کس یک کاپیش انتقال میده، اصلیش هم میباشه در جای خود. بعدا من اگر رایت کلک کنم اینجا یک آپشنه که دیگه است به نام اندو، این اندو کس به هر چیز تبدیل میشه. مثلا ما فایل ها را از اینجا انتقال دادیم، انتقال دادن به انگلیسی چی میگن؟ موف. انتقال دادن چی میگن؟ موف میگن. این حال ما میخوایم که همی موف نشه، همی کار ما انجام نشه، باز رایت کلک بیاد اینجا سکو اندو موف، یعنی انجام نشه باید این عمل انتقال. وقت اندو بگویم سکو پس اوتومات باید از جای خود بیه. اینه این عرصه تکست از اینجا دوباره در روی صفحه آمد. اگر بگویم نه من میگم کار که انجام دادیم میخوایم پس انجام شوه، رایت کلک میکنیم از اینجا برش میگم ردو موف، ردو موف. اندو انجام نمیده، ردو برعکس پس امو کار ده انجام میده. وقتی ردو بگویم سعی کن پس امو کار ما انجام شد. یا دیگه مثال فرض کنین اینی تست فایل است، من اینه میره میبرم پاک میکنم. وقتی پاک کردم سعی کن اینجا آمد اندو دلیت، بیشتر اندو موف بود، حالا چی شد؟ اندو دلیت. وقتی اندو بگویم پس میاد اینجا، پس آمده اینجا، انجام نشد امو کار ما. دیگه اگر ما بیم اینه میره رایت کلک رینیم بگویم، نامش رو تبدیل بکنیم، نامش رو مثلا بگویم که تگاب باشه، وقتی انتر بکنیم نام اولیش تست فایل بود، یک کار انجام دادیم، میخوایم هم کار ما انجام نشه، رایت کلک سکو اندو رینیم شد، یه اندو به هر کار که کرده باشی به مو تبدیل میشه، اندو رینیم بگوی سکو نام اولیش پس میه تست فایل. فهمیده شد انشاءالله؟ اگر چیز میخواسته شما پاک کنین ببرین محکم بگیرین در ریسایکل بن پرته ای رقم، هم ای کار کرده میتونی، هم در کیبوردت بتن دلیت داری و هم سر هر چیز خواستی رایت کلک از اینجا بگو دلیت، یا آیکنک تراش است، وقت دلیت بگوی فایلت رفت در اونجا. وقت پس بریم اندو کرده میتونیم سیز اندو، یا بریم امو تراش باز بکنیم. ای چی مانا میتونه؟ ای قسم است که فرض کنه شما یک ورق گرفت کلوله کرده انداخته این چی؟ کثافت دانی. هر وقت خواسته باشی پس از او گرفته میتونی از کثافت دانی فایلتا. مثل زمین گپ در اینجا موش ما داریم سکن تست فایل است، پس رایت کلک ریستور بگو امو فایل که دوباره پس پیشت میایه. چه شدش؟ اینی بود؟ نه 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 اینه تست فایل سعیز اینجا آمده.
خب اگر من ایره بگیرم پرتم ده اینجا صحیح؟ اینجا هم بیایم رایت کلک کنم برش بگویم امتی ریسایکل بن، ریسایکل بن من خالی کو یس بگویم صحیح که خالی شد صحیح؟ حالا که من رایت کلک کنم صحیح که اینجا اندو داریم؟ اندو نداریم. ما شما چطور بتانیم فایل های خود را پاک بکنیم و وقتی که پاک میکنیم در ریسایکل بن میره و ریسایکل بن هم که پاک کردی دیگه تاک ریکاور نکنی او را پس به دست آورده نمیتونی. خب این بود موضوع کت و کاپی و ایگپ هم. یک موضوع دیگه هم مانده پایین پیست یک چیز دیگه است برام پیست شارتکت در اینجا نشان نمیده. ایران برتان میگم ببینین وقتی ما بیایم خواسته باشم که از این می تست فایل خود یک شارتکت در روی صفحه بگیرم اینجا رایت کلک میکنم میایم در کاپی، کاپی که کردم اینجا دوباره در روی صفحه رایت کلک شو مور آپشن سکی یک پیست آمد دیگه پیست شارتکت آمد بیا اینجا بیشی دیگه چی آمد؟ پیست شارتکت. تفاوت از یا چی است؟ سکی وقتی اگر ما بیایم برش بگویم که پیست خب متوجه باشی وقتی ما بیایم از اینجا برش بگویم که برمی را چی کو پیست کو اینمی فایل بر ما شما در روی صفحه آورد اینه یه وقت اگر ما بیایم برش بگویم پیست شارتکت شارتکتش را بیار ایره هم بر ما میاره اینه این دوتا چی فرق داره یکی خود در شکل ظاهری ببینین این یک وکتور داره یک علامگک داره شارتکت شارتکت یک علامگک میداشته باشه و خود فایل اصلی ما شما نمیداشته باشه این حال دیگه چی است؟ اینی فایل اصلی ما و شما که در درایو است اینی تکست فایل وقتی ما کپیاش در روی صفحه گرفتیم این را باز بکنم یک دقیقه دست نزنید در کامپیوتر اینجا متوجه باشین سعی کنید استودنت لیست ما باز بکنم این باز شد وقتی ما بیایم اگر امی شارتکت باز بکنم این شارتکت هم باید باز شوه اصلیش باز شد این را من باز میکنم این فایل student list باز میکنم اینه ببینی که باز شد اگر بیاییم ای دیگهش باز بکنیم این فولدر را که دیگر را که پیست کرده بودیم یا هم باز میشه خیلی تفاوتشان چی شد در پیست و پیست شارتکت وقتی که بیاییم فایل اصلی از این از بین بره فایل اصلیش در کجا بود مثلا در سافتویر بود اینجا فولدر بود به نام تکست فایل اگر ای را رایت کلک بکنم از اینجا بگویم دلیت وقتی دلیت گفتیم او فایل ما و شما از اونجا پاک میشه ببینین پاک شد اما این دوتا فعلا وجود داره وقتی که من تکست پیست باز بکنم پیست باز میشه و فایلایش میتونم کار بگیرم اما وقتی من بیایم شارتکت باز بکنم شارتکت دیگه باز نمیشه ببینین میگه که شارتکت از بین رفته منبعش از بین رفته تو دیگه نمیتونی را باز بکنی خب پیست و پیست شارتکت پیست تا زمانی که منبعش باشه یا نباشه کار میکنه اما پیست شارتکت اگر بگیریم منبعش نباشه کار کرده نمیتونه یعنی چی مانا وقتی که شما در یک فلش دیتا را کپی میکنین پیست میکنین اگر پیست شارتکت کردین در دیگه کامپیوتر بردین آیا اونمو فایل های شارتکتتان باز میشه؟ چرا باز نمیشه؟ آفرین منبع اصلیش وجود نداره دیگه در این کامپیوتر نیست باز بکنه خب اگر پیست بکنیم باز مشکل نیست پیست میشه این حال شارتکت خیلی در کجا استفاده میشه شارتکت قسمی که از نامش معلوم است به خاطر کوتاه ساختن راه استفاده میشه یک فولدر تو بسیار طولانی است اما هر بار او را باز میکنی نیازت میشه پس او را شارتکت بگی چه قسم مثلا ویندوز 11 سعی کن ویندوز 11 در کجا است میریم در دس پی سی در فرض کنین در درایو ای میریم در قسمت میدیا تولز اینجا دبلیو رو من پرس میکنم نیزده اینجا من چم در کجا مانده ایم اینی فولدر که دیگه بعد از او در داخل از او میریم ایژوکیشن امپروومنت باز میریم در تکنولوژی بعد از او باز میریم ویندوز 11 سعی که اینا هر بار که من اینجا بیایم در ویندوز 11 وقت زیاد نمیگیره با پال چقدر هر کسی که مثلا دیتا را کار داشته باشه مای دی سر بیایم با سند کنم باز بریم با سند بکنیم اینا له ما میخوایم که اینه میره شارتکتش رو بگیرم رایت کلک میکنیم از اینجا شو مور آپشنز سایکو سند تو داریم سند تو میتونی که برش بگویی که در دسکتاپ کریت شارتکت در روی دسکتاپ ببر و شارتکتش هم برم چی کو جور کو
وقتی که ایره کلک بکنیم سه که اوتوماتیک بر ما شما از ویندوز 11 شارتکتک شده اینجا قرار میده. با پالین که در کجا اینی نیست؟ اینی میخوادش از ویندوز 11 یا نیست؟ امو باید باشه دیگه. یا اگر او رقمی هم نشد شما تیک کار کرده میتونین اینی ویندوز 11 شارتکت این رقم ها میتونین که از اینجا کاپی کنین، کاپی در روی صفحه بیاین برش بگوین پیست شارتکت، پیست شارتکت این کار هم کرده میتونین. و دوم دیگه وقت پیست شارتکت میگیری سایزش بسیار کم میایه. مثلا اینی فایل اگر ما برم در پروپرتیزش سای که حجمش چقدر است؟ 3 GB است. 3 GB. خی اینی را که ما شارتکت گرفتیم این چقدر است؟ پروپرتیز برو سایکو سایزش بسیار کوچک است، به اندازه 4 GB. 1 GB اصلا سایزش 1 GB است. چرا؟ خو اصل فایل نیست، او فقط یک راگک برات باز کرده. اینا نیاز نیست که ما هر دفعه برم ده اینجا، فقط اینی را کمی دبل کلک کنم مستقیم همین فولدر برام چی میشه؟ باز میشه. پس ببینید در روی صفحه ما چقدر شارتکت ها دارم. شما میتونید که از این قسم شارتکت استفاده بکنین. رایت کلیک شو مور آپشنز، در اینجا ما شما موضوع اندور هم فهمیدیم و پیست و پیست شارتکت هم فهمیدیم. بعد از اینی سی ام دی گز این صفحه سی ام دی یا پاورشل در ویندوز 11 و 10 آمده. اگر در رن برم تایپ بکنم سی ام دی، اینی صفحه سی ام دی را بر ما باز میکنه. اینی سی ام دی است. یا در سرچ برم تایپ بکنم سی ام دی. سی ام دی از چی گرفته شده؟ سی ام دی چی است؟ سی ام دی، سی ام دی گرفته شده از کماند. خب پس کماند یا برش میگم که کماند لاین انترفیس. بازی را اگر شارت بسازیم برای چی میگم CLI یا Graphical User Interface. حالا اگر من این را کوچک بسازم، کوتاه بسازم GUI. ما در کامپیوتر که کار میکنیم به دو حالت کار میکنیم، یا به شکل CLI کار میکنیم یا به شکل GUI کار میکنیم. با چند شکل کار میکنیم؟ با دو شکل یا دو حالت، یا CLI یا GUI. حالا CLI چی است؟ CLI که از کماند بیس کار میکنه، با اساس کماند یا ساده بگیم کود، با اساس کود کار میکنه، کماندها کار میکنه. کماند لاین که از بسیار دقیق است، اگر یک حرفش تا و بالا شوه او کار نمیکنه دیگه. یک حرف، یک فاصله، یک نقطه کم زیاد شده کار نمیکنه. اما گرافیکال انترفیس که از اینمی که ما شما رایت کلک میکنیم، اینی صفحه صفحه گرافیکی است، اینی صفحه که صفحه کماند لاین است. این حال مثلا ما در اینجا چی میکنم؟ ما میخوایم که در کامپیوتر خود یک یوزر جور بکنم، در کامپیوتر خود یک یوزر جور بکنم. در سای پسان ما هست، فعلا یک یوزر دارم به نام عزیزی. این حالا ما چه قسم یوزر جور میکنم؟ سعی کنم میرم در اینجا تایپ میکنیم نت یوزر. بعد از او پیش از اینکه نت یوزر تایپ بکنم اینی سی ام دی را، این صفحه سی ام دی را رایت کلک بکنین رن از ادمنستریتور بوه. در سای پسان است. چرا که رن از ادمنستریتور میگیم؟ پسان میخوانیم. خب حالا که اینجا آمدیم تایپ میکنیم نت یوزر فاصله، نام یوزر را تایپ میکنیم. به طور مثال میگیم تک گپ، تک گپ. بعدا بکسلش بر ما اد کو، یک پسورد هم داشته باشه، 123 دبل کوت بکسلش اد بکو. این حال که انتر کنم نت یوزر، اینی فاصله باید مراعت شوه دیگه. تک گپ دیدین کماند کمپلیت سکسفولی. یک فاصله هم که کم زیاد شوه کار نمیکنه. وقتی که من اینجا کلک کردم سکال یک یوزر جور کردم دیگه، اینه به نام تک گپ یوزر جور شده. خب مگر بخوایم پس پاکش بکنم نت یوزر بنام تک گپ، بعدن بکسلش دلیتش بکن کماند سکسسفولی. این حال که بیایم سکو در اینجا یوزر نیست دیگه، یوزر تک گپ.
پس بخوایم ایجاد بکنم، میرم اینجا ایجاد میکنیم. پس اینجا که بیایم در یوزر هسته. خب هدف ما چی بود؟ سعی کنم من میخوایم میره پس پاک بکنم. اگر در اینجا بخاطر پاک کردنش نت یوزر، مثلا در اینجا برش بگویم که تک گپ فاصله بکسلش مثلا دلیتا دی ای ال بتام بجای ای ای بتام، دوگاهش کلش صحیح است، فقط یه اگر اشتباه کردیم انتر کنم میگه که اشتباه کردی، کار نمی کنه. اما اگر ما شما این کار را بخواییم انجام بدیم از طریق یوزر، اینجا میایی چنج اکاونت ستنگ چنج اکاونت ستنگ که آمدیم، باز میتونی که استاپ ساینینگ در سای پسان ما هست. خب چه قسم یوزر جور بکنیم؟ خب حالا ما اگر پس بیاییم برش بگویم که ما میخواییم یک یوزر جور بکنم، از اینجا برش میگیم که ساین این آپشن نه، ادر یوزر، یوزر بر ما جور کسی که به نام تگپ آمده یوزر ما، اد اکاونت، اینجا بیا یوزر اکتا جور. حالا فعلا سی ال آی است یا جی او آی؟ گرافیک کار میکنیم یا کماند؟ گرافیک کار میکنیم. کماند کس اینی است، اینی کماند است که ما شما کار کردیم، صحیح؟ اینجا که ما شما کار میکنیم در داخل ویندوز ای چی هسته؟ ای گرافیک است، جی او آی، گرافیکال یوزر انترفیس.